تربیت و پرورش استعدادهای نهفته انسانها به ذریعه امتحان صورت میگیرد تا استعدادهای درونی و پنهان او ظهور نموده از مرحله استعداد و قوا به مرحله فعالیت برسد. وسیله ای که می تواند این شایستگی ها را ظاهر سازد همانا امتحان و آزمایش است. مرحله امتحان مثل کار باغبانی است که انجام می دهد. وقتی که باغبان دانه مستعدی را در سرزمین می کارد، این دانه با استفاده از مواهب طبیعی شروع به رشد نموده و با انبوهی از مشکلات روبرو می گردد و با طوفانهای سخت و سرمای کشنده و گرمای سوزان آنقدر پیکار و مبارزه می کند تا سرانجام شاخه گلی را یا میوه شیرینی را که به صورت زمینه در دل آن دانه وجود داشت ظاهر می سازد. و اگر این دانه در کوران این حوادث قرار نمی گرفت، هرگز چنین کمالی را از خود نشان نمی داد و قوه و توان آن به فعالیت نمی رسید. جداسازی استعدادها به ذریعه همین امتحان صورت می گیرد. امسال الحمدلله جای نهایت خوشحالی است که یک بار دیگر طلاب عزیز و محصلینی که در جریان سال درس خواندند، تکلیف و زحمت کشیدند، با کانکور 1403 اشتراک ورزیدند، امروز نتایج آنها انشاءالله اعلان می شود. عند الامتحان یکرم الرجل او یهان. در عربی مقول است که در وقت امتحان یا انسان مکرم می شود و یا مهان و یعنی باعث خستگی و اهانت می شود. در صورتی که انسان در امتحان نتایج خوب به دست بیارد و موفق و کامیاب شود، در آن صورت طبعا خوشحال می شود. و کسایی که صحیح درس نخوانده باشند، وقت خود را بیهوده تیر کرده باشند و به امورات لایعنی وقت گرانبهای خود را صرف نبوده باشد، خدا نخواسته در وقت امتحان باز نتایج خوب به دست نمیارد و به عبارت دیگر ناکام می شود در امتحان. امروز برای آن عزیزانی که در جریان سال خوب درس خواندند، همه تکلیف ها و زحمت ها را متحمل شدند، بیخوابی کشیدند، انشاءالله امروز نمرات عالی را به دست میارند، باعث خوشحالی و باعث تکریم آنها می شود. و آن جوانانی که خدا نخواسته اگر صحیح درس نخوانده باشند، امروز نتایج خوب به دست گرفته نمیتوانند و باعث ناکامی آنها می شود. و امروز باز هم از مبین شاگردایی که کامیاب شدند، یکی از جوانانی که برتر کانکور امسال هستند، خامخواه نامهای آنها هم مشخص خواهد شد. ما پیش از پیش برای همه محصلینی که، برای همه طلابی که در کانکور امسال موفق شدند، کامیاب شدند، بر خود آنها، بر فامیلشان، بر همه ملت افغانستان و با استادای گرامی و با کسایی که در اثنای امتحان زحمت کشیدن، از صمیم قلب تبریک و موفقیت برای آنها آرزو دارم.
و کسایی که ناکام هم شدن باید مایوس نشوند، با جریان سال کوشش کنند دیگه درس بخوانند. از این سال کمی و چون که درس نخوانده بودند باعث ناکامی از اونها شد، تا سال دیگر خوب تیاری بکنند. خدا خواسته بود در کانکور سال آینده باز دوباره باید موفق شوند. از طرف امارات اسلامی افغانستان الحمدلله از مرحله ابتدایی و متوسطه و ثانوی و مرحله تحصیلات عالی و تعلیمات تکنیکی و مسلکی در همه مراحل الحمدلله استادا، جای درس، کتب درسی همه برای طلاب، برای متعلمین و برای محصلین عزیز مهیا شده است. باید اونها اوقات خود را ضایع نکنند، کوشش کنند به خیر نتایج خوب، نتایج عالی را به دست بیارند، تا اینکه در آینده ای ملت عزیز افغانستان و وطن عزیز ما به ذریعه آنها آباد شود. افغانستان آینده، افغانستان مترقی، افغانستان آباد با جوانان عزیز این وطن اشد ضرورت دارد. امروز با علما ضرورت داریم، به انجینیر صاحبا ضرورت داریم، به دکتر صاحبای خوب ضرورت داریم، به همه متخصصین وطن عزیز ضرورت دارد، تا اینکه طلاب عزیز ما کوشش کنند تا بتوانند به درد بخور وطن عزیز شوند. باز هم یک بار دیگر با همه محصلین عزیزی که در این امتحان اشتراک ورزیدند، کامیاب شدند، از صمیم قلب برایشان تبریکی عرض می نمایم و از الله متعال به خودم و به همه حاضرین مجلس و به همه طلاب عزیز موفقیت و کامیابی عرض می کنم. الله تعالی همه ما و شما را در همه امتحانات کامیاب و موفق بگرداند.